مرد عنکبوتی بار دیگر توجه ها را در پاریس به خود جلب کرده است. آلان روبر، شهروند فرانسوی که به دلیل مهارت در بالا رفتن از ساختمان های بلند به مرد عنکبوتی فرانسه مشهور شده است، به تازگی آسمان خراش دیگری را در منطقه مرکزی پاریس فتح کرد. این بار 3 نفر دیگر او را در این صعود همراهی کردند. روبر، برج توتال، ابر شرکت نفت و گاز فرانسه، به ارتفاع 187 متر را برای بالا رفتن انتخاب کرده است. او تا کنون آسمان خراش های بسیاری را در سراسر دنیا فتح کرده، اما این 11th صعود او از این برج تجاری در پاریس است. پیش از این روبر تمامی صعودهای خود را به تنهایی انجام می داد، اما این بار 3 جوان دیگر به او ملحق شدند. اولش ایده لئو بود که همراهیم کنه. منم گفتم چرا که نه، 2 نفر باشیم بد نیست. بعد مارسین که یکی از طرفدارای قدیمی منه خواست بیاد. بعدم دلم نیومد که الکسی همراهمون نباشه. آخرش گفتم خب باشه، همه با هم انجامش میدیم مثل 3 تفنگدار. لئو اوربان و الکسی لاندو از فرانسه به همراه مارسین بانوت از لهستان کوهنوردان با سابقه ای هستند، اما پیوستن به روبر برای آنها افتخار بزرگی محسوب می شود. این 3 جوان علاقمند به مناسبت این صعود به خود لقب 3 تفنگدار دادند. اون یکی از قهرمانای کودکی منه. همیشه برای من الهام بخش بوده. مشخصه که این برام یه افتخاره. چون از 8 سالگی که این کارو شروع کردم، پیگیر آلان روبر بودم. اون زمان حتی فکرش هم نمی‌کردم یه روز ببینمش. فتح این آسمان خراش حدود 1 ساعت زمان برد. پلیس فرانسه روی پشت بام منتظر هر 4 ورزشکار بود و این صعود را نظارت می‌کرد. نیروی پلیس روبر را بعد از هر صعود بازداشت می کند. اما روبر می گوید به این روند عادت کرده و گاهی ساعتها در بازداشت به سر می برد. آلان روبر 60 ساله می گوید تا زمانی که توان دارد به این کار ادامه می دهد.